اگر به ظروف و پارچه‌های قدیمی توجه بکنیم می‌بینیم که به وسیله یک الگوی واحد تزیین شدن یعنی چی یعنی یک سری خط و خطوط یک سری شکل و یا یک سری نماد به صورت یک الگو در کنار همدیگه قرار گرفتن و یک طرحی رو تشکیل دادن که در قدیم از اونها برای تزیین ظروف سفالی و پارچه‌ها استفاده میشد و ما امروز بهش میگیم پترن و در همین طبیعت خودمونم هم کندوی اصل یکی از مثال‌های بارز و ملموس پتر میتونه باشه که از گرده همای شکل‌های های تشکیل شده ما توی این پست آموزشی میخوایم درباره ساخت پترن در ایلاستریتور باهاتون صحبت بکنیم و نکات مربوط به اون رو با همدیگه بررسی بکنیم سلام با یک آموزش دیگه از سری آموزش‌های ایلاستریتور در خدمتتون هستم و توی این پست آموزشی میخوایم درباره ساخت پترن در ایلاستریتور رو با همدیگه صحبت بکنیم در شروع من میرم سراغ ابزار پولیگانم و میخوام درباره پترن آپشن باهاتون صحبت بکنم اینجا میخوام یک شش زلی رو داشته باشم الان سه تا زل دارم با فلش بالا تعداد از لای اون رو بیشتر میکنم شیف رو نگه میدارم که دقیقا شکلم رو بتونم به این صورت داشته باشم و اون رو در وسط آرت بودم قرار میدم شکلی که میخوام پترن رو, رو روی اون اعمال بکنم و تکرار بشه رو انتخاب میکنم میرم سراغ منوی آبجکت و اینجا پترن رو دارم و روی make کلیک میکنم وقتی این کار رو کردم یک پیغامی رو به من میده که روی اوکی میزنم و دو تا پنجره یک پنجره پترن آپشن که الان میخوایم صحبت بکنیم و یک سواچز رو برای من میاره در گام اول من نیم دارم که میتونم نام مناسبی رو برای پترنی که دارم طراحی میکنم در نظر بگیرم در قسمت بعدی تایل تایپ رو دارم و نوع چیدمان و نوع تکرار رو میتونم مشخص بکنم که الان گیریده یعنی چی؟ اینجا نمون توجه بکنید اینجا من یک باندینگ باکسی دارم و یا قاب شکلم که به صورت آبی رنگ اینجا مشخصه در قسمت بالا، سمت چپ، سمت راست و پایین میبینیم که شکلهای من تکرار شدن یعنی این قاب آبی رنگ اجازه نمیده که شکل من بخواد داخلش بیاد و به صورت پیشفرز این رو خارج از این قاب برای من تکرار میکنه اگر اینجا هم توجه بکنید من یک سری فضای خالی دارم که با قسمت های بعد میتونم این رو بپوشونم مثلا بیریک بای رو و بیریک بای کالم که اگر یکی از اینها رو بزنم میبینید که این فضا برای من پوشیده شد و این هم به شکل ستونی این کار رو برای من انجام میده هکس بای کالم و هکس بای رو هم داریم که میتونید اینها رو برای خودتون امتحان بکنید ببینید به چه صورت براتون اعمال میشه در این قسمت هم میتونیم فاصله بین شکل رو برای خودمون مشخص بکنیم که مثلا من اینها رو 270 و 240 در نظر میگیرم به این صورت قسمت اوورلپ رو داریم که برای شکل‌های پیچیده‌تر هستش که اگر روی همدیگه قرار گرفتن بتونید اوورلپ اونها رو کنترل بیشتری روش داشته باشید و اینجا هم کپی رو داریم که من این رو روی 9 در 9 قرار میدم چون میخوام فضای بیشتری رو این پترن من به خودش اختصاص بده اینجا یک پریویو میتونیم از پترنی که درست کردیم ببینیم کار من تموم شد روی زب در کلیک میکنم و حتما حواسم هستش که اینجا روی دان بزنم وقتی این کار رو انجام دادم الان پترنی که من درست کردم اینجا برای من توی پنل سواچز اضافه شده این رو پاک میکنم و بعدش مثلا میرم یه چیزی رو برای خودم رسم میکنم اینجا یک مربعی رو دارم شیفت رو ایکس رو میزنم که جای فیل و استروک عوض بشه روی سلکشن تول میرم شکلم رو انتخاب میکنم و میگم این پترن رو باید به خودت بگیری حالا تو شاید بیای پیش خودت فکر کنی که این پترن اندازش خیلی بزرگه میخوای اون رو کوچیکتر بکنی میخوای بهش روتیت بدی یعنی با اسکیل و روتیتش کار بکنی خب میای چیکار میکنی میای آلت و شیفت رو میگیری یا شیفت تنها رو میگیری و این رو کوچکتر میکنی میبینی که کل شکلت کوچیکتر شد پس برای اینکه بخوایم پترنی که طراحی کردیم روی اسکیل و یا روتیتش کار بکنیم بعد چیکار بکنیم شکلم رو انتخاب میکنم میرم سراغ قسمت افکت distort and transform اینجا من قسمت ترانسفورم رو دارم حتما 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 نکته اینجا هستش که بعد تیک ترانسفورم آبجکت برداشته بشه و اینجا تیک نداشته باشه و روی ترانسفورم پترن تیک رو بذاریم حالا اینجا مثلا میتونی اسکیلش رو کوچیک‌تر بکنی مثلا من روی 20 اینها رو تنظیم میکنم و میبینی که فضای بیشتری رو این پترن توی شکلت به خودش اختصاص داد و روی اوکی کلیک میکنم و اینجا کار من تموم شد حالا بریم یک مثال دیگه ای رو با همدیگه بررسی بکنیم و ببینیم چطور میتونیم پترن دیگه ای رو در نرم افزار ایلاستریتو درست بکنیم برای مثال بعدی من میرم سراغ قسمت پلیگان و اینجا میخوام یک سزل ای رو داشته باشم خب حالا انتخابش میکنم نسبت به آرت بوردم اون رو در وسط قرار میدم آی رو میزنم برم سراغ آی و اینجا کلیک میکنم که این رنگ رو به خودش بگیره بعد میرم سراغ استار تول اینجا کلیک میکنم و با این تنظیماتی که اینجا میبینید روی اوکی OK کلیک میکنم که این شکل برای من درست بشه خب این رو در اینجا قرار میدم آی رو میزنم برم سراغ آی دراپر و این گردینتی که اینجا مشخص کردم رو به شکلم میدم ابزار سلکشن رو انتخاب میکنم دو تا شکلم رو در حالت انتخاب قرار میدم و نسبت به همونها رو الاین میکنم حالا میبینید که هم اندازه نیستن و اینها رو من الان هم اندازه میکن. خب الان شکل من درست شد خب انتخابش میکنم همه رو میرم سراغ شیپ بیلدر اینجا یک کلیک میکنم چون میخوام رنگ متفاوتی رو بهش بدم اینجا یک کلیک و اینجا هم یک کلیک به این هم که قبلا رنگم رو اعمال کردم حالا اینجا کلیک میکنم میرم سراغ قایدراپر. این رنگ رو بهش میدم اینجا این رنگ رو بهش میدم و به این هم این رنگ رو اختصاص میدم حالا همه رو انتخاب میکنم کنترل جی و اون رو در وسط آرت بودم قرار میدم یک کپی ازش میگیرم اون رو روتیت میکنم یعنی 180 درجه اون رو میچرخونم و این رو اینجا قرار میدم و رنگ رو میام عوض میکنم چون میخوام یک حالت سبودی این شکل به خودش بگیره اینجا کلیک میکنم یک بار آن گروپش میکنم روی این کلیک میکنم مثلا این قسمت رو میدم یعنی این رنگ رو بهش میدم و اینجا هم این رنگ رو براش در نظر میگیرم دوباره همش رو انتخاب میکنم و کنترل جی میزنم که این هم تبدیل به گروه بشه نکته که بعد من در نظر قرار بدم اینه که حتما حواسم جمع باشه که اینها در جای مناسبی قرار بگیرن و اگر هم نتونستم این کار رو انجام بدم میرم قسمت ویو و تیک گزینه اسنپ تو پوینت رو میذارم باشه خب حالا میام قسمت پایین و این هم چک میکنم که آیا از پایین هم در جای مناسبی قرار دارن یا نه بله درسته خب حالا میام چیکار میکنم هر دوتا رو میگیرم گروه میکنم میرم سراغ آبجکت قسمت پترن و روی میک میزنم دوباره اون ستا برام ظاهر شدن روی اوکی کلیک میکنم میرم قسمت break بای رو و این رو یه ذره میارم کمترش میکنم فاصله ها رو یعنی شیف رو میگیرم و این فاصله رو کمتر میکنم که دقیقا اون فضا برای من پر بشه که حالا الان میبینی به این صورت زیبا من تونستم پترن رو برای خودم درست بکنم و این رو روی 9 در 9 قرار میدم الان من اگر کلیک بکنم یعنی این رو زب در بکنم و روی دان بزنم پترن من اینجا خودش رو نمایش میده این رو پاک میکنم و این هم دیگه بهش احتیاجی ندارم میرم سراغ ابزار رکتنگل تولم. دوباره از اینجا برای خودم یک مربعی رو رسم میکنم ابزار سلکشن انتخابش میکنم و این پترن رو بهش میدم میبینی که خیلی بزرگه میخوای کوچیکترش بکنی میتونی بری قسمت Effect، دیستورت and ترانسفورم ترانسفورم و حتما اتماتیک که این گزینه بذار خاموش باشه و مثلا اینجا سی رو براش در نظر بگیری و به این صورت زیبا میتونی پترن ها تو در ایلاستریتور درست بکنی امیدوارم از این ویدیو آموزشی خوشت اومده باشه اون رو برای دوستان ترسال بکن نظرت رو بهمون به بگو و کانال ما هم دنبال بکن